سلام قربان، خسته نباشی. سلام معلم. سلام. پیداش نکردی؟ انگار آب شده رفته تو زمین. ورزشگاه، استخر، باشگاه، همه جا رو گشتیم، هیچ اثری ازش نیست. بسیار خوب، فوری تماس با صدفان الهام بگیریم، بگین عکس کیانی رو از توی اتاق من بردار و فوری برای مرکز پیام ارسال کنه. در ضمن بگین فرودگاه، ایستگاه راهن، راهنمای رانندگی، خلاصه هر جایی که میتونن اعلام کنن. پرستار میگفت صبح دخترش پیشش بوده، بعدش هم آقای سلطانی. ما با هم بحثمون شد. سر چی؟ سر خانومش. ظاهرم فهمیده که اون باز داشته و منم یه چیزایی به شما گفتم. چه ازم جدا شدی؟ تقریبا زور بود دیگه، از اتاق اومد بیرون. من تو عیاط اومدم دنبالش ولی پیداش نکردم، فکر کردم تنهاش بذارم بهتره. یه تماس با دخترش بگیریم ببینین ازش خبر نداره. من زنگ زدم، نه گوشی خونه رو برمیداره نه تلفن همراهش. خب معلومه اون جواب شما رو نمیده. نیما تو بگیرش، درزم همراه من بیا. حمید ما میریم درب ورودی، میخوام نگهبان رو ببینم. باشه چشم. سلام آقا، مریض دارم. مرشانس کجاست؟ مرشانس داخله ولی با ماشین نمیتونیم بریم. مریضم خیلی بد حاله، مسموم شده، نمیتونه تکون بخوره. خب من که نمیرم زیر پتوه، خیلی حالش بده. خیلی خب، مریضتون رو ببرین داخل، ماشین رو برگردونه بیارم. باشه چشم. کجا بودی ناصر؟ به تو چه مربوطه؟ میگم کجا بودی؟ به تو مربوط نیست. وایس آقا. بله. تا حالا کجا بودی؟ کجا می‌خواستی باشم؟ روی نیمکت نشسته بودم خوابم برد. این پاکت‌ها چیه؟ آب میوه و بیسکویت. یکی از رفقام که خیانت‌های بزرگ می‌کنه، اینا رو آرام آورده. منظورشون منم. من آوردم. ببخشید. ناصر دنبال من، از صبح تا الان هممونو دغمغ کرد. دنبال من نیا. میگم کجا بودی؟ نمیخوام باهات حرف بزنم. آقای محترم نرم باش، صحبت میکنم. نمیخوام باهات حرف بزنم. برو ناصر، خواب کن. برو گم شو، برو دنبال من نیا. دنبال من نیا، فقط گفتم دنبال من نیا. هیچ کس رو نمیخوام بدونم. میخوام کمکت کنم، خواهش میکنم. یکی برو بمیر. برو ناصر، گفتم گم شو، هیچ کس رو نمیخوام ببینم. تو حالا کجا بودی؟ به همکاراتون گفتم. دوباره بگو. بیرون نشسته بودم خوابم برد. با این لباسه چی کار داری؟ دیگه نمیتونم بمونم. یا زندانی کنین یا آزادم کنین، دیگه به این چام رسید. ما خودمون هم همین کارو میکنیم. دکتر گفته حالت خوب شده دیگه میتونی بری. برو حاضر شو لباساتو بپوش. چه بهتر. بخشید.
نگفتی بالاخره از صبح تا رو کجا بودی؟ خبر مریم نشسته بودم تو سایه خوابم بود، بیدار شدم دیدم تاریک. یعنی این همه مدت خواب بودی؟ چه میدونم، از این دکتراتو میپرسن که قرص خواب آور تجویز میکنن. بچه ها همه جوری دنبالت گشتن پیدا نکردن، کجا رفته بودی؟ پشت ساختمون بودم، محوطه. اونجا هم گشتن، پس چطور ندیدنت؟ من که نبودم، اونها میدیدم، اونا باید منو میدیدن، شاید تاریک بوده ندیدن. حالا چرا اونجا؟ برای که بعضی نامرد رو دارم. متوجه نشدم، منظورت کیه؟ جسارت نباشه قربان، منظورم ایشونه که اینجا وایستده. بسیار خوب، من دارم میرم دم در بیارش. چشم، لباسات رو سریع تر بپوشید. شما بیرون باشید. چرا اون چهره خوبی که از خودت برای ما ساخته بودی دیروز ناگهان خرابش کردی؟ هیچ حالم خوب نیست سرگرد. برو سر اصل مطلب. چرا حالت خوب نیست؟ برای چی فلورا گرفتی؟ برای اینکه بهش مظنون شدی. وقتی من گفتم اونو کشتم چرا باور نکردین؟ چرا قائله رو ختم نمی‌کنین؟ توی کار ما اعتراف یه طرف ماجراست، طرف دیگه‌ش اینه که اونی که اعتراف میکنه باید تمام جزئیات رو بیان کنه. چون اگر جاییش با اون چیزایی که ما برداشت کردیم مطابقت نکنه، اون وقت پرونده میره دادگاه و برمیگرده. وقتی من گفتم اونو کشتم دیگه بقیه‌اش به نظرم بازی. مگه آدم میدونه چی کار کرده یا چی کار نکرده؟ اتفاقا درست برعکس، قتل از اون ماجراهاست که تمام جزئیاتش مو به مو یاد آدم میمونه، چون مدام این کابوس میاد تو خواب آدم و هی تکرار میشه. استثنا نداره؟ مگر استثناش تو باشی؟ ببین آقای کیانی، تو دیگه الان حالت خوبه، پس بهتره که دیگه ما رو نپیچونی و واقعیت رو همون طوری که بوده دقیق واسمون تعریف کنی. دیگه نمیدونم چی بگم. از مزرعه شروع کن. قرار بوده مزرعه رو به نامش بکنی و نکردی، چرا؟ دیدم سیامک راست میگه، من نسترن رو دوست داشتم، بچه هم همینطور. همیشه بهش گفتم هزاری هم که عاشقت باشم، وقتی پای انتخاب در میون باشه بچه ها رو ترجیح میدم. پس وادارم نکن مجبور بشم انتخاب کنم. از اون روز برام بگو. اون روز هم همینو گفتم، عصبانی شد، میخواست بذاره بره، جلشو گرفتم جیغ زد. من از چه خیلی بدم میاد، رفتم طرفش، سرش داد کشیدم، ساکت نشد. بعد دیگه یادم نمیاد. دروغ میگی. یادته، فلور اونجا بود. پای فلور رو وسط نکشی. پس حتما کیانا اونجا بوده. کدومتون اسلحه رو کشیدی؟ پای اون بچه معصوم رو وسط نکشین. اون بچه همچنان معصوم نیست، دیگه 25 سالشه. ما قاتلای جوان‌تر از این داشتیم. خیلی خوب، قول بدین اسم فلور و کیانا رو نیارین، من واقعیت بهتون میگم. من نمیتونم همچین قولی بهت بدم.
تو که نمیتونی برای ما تعیین تکلیف کنی. حرفتو بزن. برید خونه من. زیر تشک تخت یک کاغذ باید باشه. راز همه بدبختی تو اون کاغذ. پس چرا اینو قبلا واسه ما نگفتی؟ فکرای اشتباهی میکردم. مثلا چه فکرایی؟ مدت ها بود تلفن مشکوکی به نظرم می شد. خب دیگه نمیخوام ادامه بدم. بسیار خوب، ما میریم اونجا، تو هم با ما میای. نه. چرا؟ باید بیای. بیارش. یه نامه تهدید آمیز. جالبه، گوش کن شایان. نوشته سلام نسترن خانم، من مشکلی با تو ندارم، ولی اگه بخوای پا تو از گلیمت اون ورتر بذاری مطمئن باش که انتقام سختی ازت خواهم گرفت. امیدوارم این تهدید رو جدی بگیری و به حق خودت قانع باشی. این خط رو میشناسی؟ نه. کی پیداش کردی؟ همون شب که اومدم خونه. نیما. بله. این خط رو بده خط‌شناسی. در ضمن از همسر سابقش و دخترش هم یه نمونه خط بگی همراه این بفرست. چشم. از اونا برای چی؟ هیچ بعید نیست نامه رو اونا نوشته باشن. باید مشخص بشه. برای همین نمیخواستم نشونتون بدم. از اول مشخص بود که خودتو داری قربانی یه نفر دیگه میکنی. ولی اگه نسترن رو واقعا دوست داشتی نباید میذاشتی که خونش پامال بشه. برم سرگو. قربان اینو ببینید، جالبه. این نامه رو قبلا دیدی؟ اینک هم نام نیست. براشون بخون. سلام، بد کاری کردی که دیگه جواب تلفنمو نمیدی. فکر کردی من دروغ میگم؟ مهم نیست، من به زودی میام اونجا، ولی دم در زنگ میزنم. بهتر منو را بدی تو، چون با خودم دو قطعه عکس دو نفره دارم. اونا رو تحویل میدم، 10 میلیون تومن میگیرم. اگه شماره تلفن طرفم خواستی 5 تا دیگه هم میگیرم. بهتر نامه رو فوری بسوزونی، چون اگه بیفته دست شوهرت خودش میسوزونتت. یه شماره تلفن همراه هم زیرش از خود. این کجا بود؟ زیر تلویزیون. و چطور تا حالا ما ندیده بودیمش؟ نمیدونم قربان. شماره تلفنی که گفتن این رو نوشته میشناسی؟ برام آشنا نیست. نیما. بله. بده این شماره رو شناسایی کنن. چشم. تو این مدت نسترن همچین مبلغی از شما نخواسته بود؟ اتفاقا گفت دایش از اون پول خواسته، ولی من گفتم نه. چقدر؟ یه 7-8 میلیون. کسی خونه نیست؟ کیه؟ یا این دمه در لطفا. شما؟ یا این حرفی کنم. کاری داشتین؟
سلام. سلام. ببخشید. این شماره مال شماست؟ شما؟ با صاحب این شماره کار دارم. نمیشناسم. قشنگ نگاه کن. حالا گیرم که مال من. که چی؟ خب حتما برای من فرق میکنه. مال شماست؟ وایسا. ایست. بابا اشتباه گرفتی؟ حالا معلوم میشه. از اصلا پلیس فرار میکنی یا نه؟ کی فرار میکنه؟ را بیار. بذاری صندوقا. مواد مخدرام تو خونش بود. بچه اینا رو بذارین رو میز. کیانی رو هم بیارین بالا. بله. بیا بشین اینجا. مواد هم که مصرف میکنین؟ مال قبلنه. ترکش کردم. بچه شما بیرون باشین. اسمت چیه؟ قلوم شما قلا. همدست هم داری تنها کار میکنی؟ چه کاری؟ دزدی، قتل، جنایت، سرقت. اشتباه گرفتید. ما این کاره نیستیم. این چی؟ خط تو نیست؟ درست نگاش کن. گفتم که نه. سوتوان، اینو بگیرین. یه نمونه خط هم ازش بگیرین بدین خط شناسی. اطاعت. جناب سرگرد. بفرمایید. آقای کنی ایشون در ارتباط با همون شماره تلفن دستگیر شده. یه نگاهیتون خرت و پرتا بندازین ببینین چیزی متعلق به شما هست یا نه. غلامه. غلام؟ من خودشو میشناسم. یه هفته تو مزرعه ما کار میکرد، نگهبانی میداد. ولی سرقت کرد، موچشو گرفتیم انداختیمش بیرون. خیلی خب. ببینین چیزی که متعلق به شما بوده با شما تو هست یا نه. آره، این مال ماست. بزنه منو کشتی کسافت! ناصر خان، بخواد تو مسلط باشی. ببرش یه بازجوی فنی ازش بشه. بسیار خوب. پلش. تخلیه اطلاعاتیش کنین، هر وقت حاضر به همکاری شد من خبر کنین. خب، از سوابقت بگو. چند بار زندان بودی؟ دو سه باری میشه. به چه جرمی؟ سرقت. مواد از کجا بردی؟ قبلا اعتیاد داشت ولی ترکش کردم. این همه مواد کم نیست. خرید و فروش میکنی؟ گفتم آقا، مال قبلا بوده. سلطانی اونو بهتر میشناسه، اون استخدامش کرده. خیلی خوب، سلطانی رو خبر کنیم بیاد. اطاعت قربان. آیا کنی این طلاها ممکنه متعلق به همسر شما باشه؟
آره این مال نستارنمه. صفر کریمی این رو صورت جلسه کن. چشم بگم. آقای کیانی رو از کجا میشناسی؟ من یه مدت براشون کار میکردم. کی به کیانی معرفیت کرد؟ سلطانی نامرد. آقای سلطانی. سلام جناب سرور. سلام جناب سرگو، تشریف دارن. اتفاقا منتظر شماست، بفرمایید. خیلی ممنون. سلام جناب سرگو. سلام آقای سلطانی، خوش اومدین. خسته نباشین. ممنونم. سلام ناسخا. آقای سلطانی، راستش ما یه نفر رو دستگیر کردیم، میخوام شما شناساییش کنیم. در خدمتم. منتهی چند لحظه لطف کنیم بیرون تشریف داشته باشین. چشم. ببخشیم یه لحظه. حالا چرا این بچه ها رفتار میکنی؟ تو دیگه 60 سالته. با من حرف نزن، خوشم نمیاد ازت. تو گفتی منم باورم شد. خیلی پر روی. حالا چرا پشتی تو رو ما کردی؟ میبینین جناب سرگرد، ما که شانس نداریم. اینم از رفیقام. گل که بدون خار نمیشه. میشه آسخا برگر کارت دارم. ناصر میگم برگر کارت دارم. چیه؟ من ببخش. اگه میخواییم بایی صحبت کنین آماده است. خیلی خوب بیانش. بسه دیگه، عشق ما رو هم در بود. این بچه های قراشتی میکنیم. آی سلطانی چند لحظه تشریف بیاریم. میشناسینش؟ غلام تویی؟ آره، میبینی که خودمم. چیکار کردی؟ من چیکار کردم؟ مرد حسابی همش تقصیر توه. تقصیر من؟ آره، اگه منو به اون کیانی نامرد معرفی نمی کردیم بلا سرم نمی اومد. من بهت خوبی کردم، تو نفهمیدی. برای شما کار میکنه؟ برای جناب سرگرد، برای ما کار میکرد. دستش کج بود بیرونش کردیم. بسیار خوب، فعلا دیگه کاری نیست، میتونی تشریف ببری. بیارش. ناصر، چی شده؟ غلام اینجا چی کار میکنه؟ تقصیر توه، گفتم بیرونش نکن. نیما چی شده ناصر؟ آقای کیانی انتقال بده بازداشت. زندگی رو خراب کرد. آقای کیانی لطفا با من تشریف بیاری. چی شده جناب سرگرد؟ بعدا با تو تماس میگیرم، فعلا شما بفرمایید. با اجازه. خدا نگهدار. خب غلام بگو. از کجا آقا؟ از کشته شدن زن کیانی. چجوری باشون آشنا شدی؟ من چند هفته تو مزدهشون کار میکردم. یه روز یه چیز برداشتم بردم خونه. فکر نمیکردم ارزش داشته باشه. گفتن دزدی کردی. بعدشم از کار اخراجم کردم. اینو که خودم هم فهمیدم. بقیهشو بگو. منزل کیانی رو از کجا بلد بودی؟ یه روز با موتور تعقیبش کردم. برای چی؟ میخواستم برم در خونش التماسش کنم با سلطانی صحبت کنه منو ببخشه برگردم سر کار. خب خونش رو پیدا کردم، رفتم، ولی خودش نبود، زنش بود.
منم ماجرا رو از پشت آیفون بهش گفتم. اونم شماره خونه رو داد، گفت شب زنگ بزن با خودش صحبت کن. زنگ زدی؟ بله، اما فایده ای نداشت. هر چی التماس کردم قبول نکرد. منم پیش خودم گفتم حالش رو میگیرم. چند وقت بعد زنگ زدم به زنش، گفتم شوهرت داره بهت خیانت میکنه. اولش باور نمیکرد، ولی اونقدر زنگ زدم تا باورش شد. یه نامه براش نوشتم، گفتم پول میگیرم و عکس آدرس دختره رو بهت میدم. قبول کرد. یه روز که شوهرش خونه نبود، رفتم در خونش. برو از خونه بیرون کسافت. خفه شو. تو چی میخوای؟ پول دلار وردار برو. اینه که بیش تلا جواهر چیخ بزن. خفه شو. بالاخره چیزی هم بردی یا نه؟ چیز با ارزشی پیدا نکردم. همش دوتا گلدون بود که فکر میکردم نقره است. با یه گردنبنده طلا. یعنی تو یه آدمو کشتی واسه دوتا گلدون نقره و گردنبنده طلا؟ ترسیده بودم. چه بدونم، من که تا حالا آدم نکشته بودم. اسلحه الان کجاست؟ انداختمش تو سطل زباله. کالیبرش چند بود؟ چه بدونم. من از یکی همینجوری خریده بودمش. بسیار خوب. ستون الهام میری محل جنایت. اطاعت. یه گلوله بهش زدم، افتاد کف زمین. رفتم جلوتر، دیدم داره جون میکنه. یکی دیگه زدم، اونم درجه تمام کرد. دقیقا کجا؟ همینجا افتاد کف زمین.
ولی جنازه که اونجا افتاده بود. من کشیدمش اینجا. چرا؟ میخواستم بگردم ببینم طلا جواهر چی داره بردارم. بسیار خوب، ببرینش. بریم. جناب سرگرد، پرونده رو بفرستم دو سر رو. نه. چرا؟ یه جای کار ایراد داره. کجاش؟ غلام به یه چیزی اشاره نکرده. به چی باید اشاره میکرد؟ طبق گزارش پزشکی قانونی مرگ نسترن در اثر ضربه‌ای بوده که به سرش وارد میشه، اونم چند ساعت قبل از شلیک گلوله. در ضمن تشخیص هویت تایید کرده که گلوله‌ها موقعی به اون اصابت کردن که رو زمین افتاده بوده. آخه دلیل نداره غلام بی خودی بگه من اونو کشتم. ما قبلاً خونه رو تفتیش کردیم. چطور نامه رو پیدا نکردیم؟ چه نتیجه‌ای می‌خوایم بگیریم؟ غلام قاتل نیست. پس قاتل کیه؟ نیما، می‌خوام یه کاری برام بکنیم. بفرمایید. اون نامه رو سریع بردار برای تشخیص هویت، ببینن جوهرش تازه است یا قدیمی. اطاعت. هنوزم باورم نمیشه که این کابوس تموم شد. آره واقعا پسره عجب آدم رزلی بود. ای بابا، اونم یه بدبخت بدشان. بدبخت چیه؟ اون قاتله. اگه کار خوب پیش بره من رضایت میدم بره پکاره. رضایت میدی؟ آره. فکری من میذارم. کیانه بیا خود پای صحبت. الو بابا، سلام. میبینم خیلی خوشحالی داری، میخندی. منم خبر خوب برات دارم. اول تو بگو. من پیر شدم دیگه بابا، مخم کار نمیکنه. تو بگو. کی گفته که تو پیر شدی؟ حالا که اینو گفتی ها باید قشنگ فکر کنی. به یه شرط قول بده اول واحداتو پاس کنی، پایان نامتو بگیری. من به جای تو خسته شدم. قبول؟ قبوله، ولی به شرطی که دقیقاً درست بگی. باشه. مامانت آزاد شد. آره بابا، از کجا فهمیدی؟ بچه، بابا تو دست کم نگیر. پس دیدی هنوز جوونی؟ گوشی رو بده مامانت باشه. ماما، بابا میخواد باهات حرف بزنه. الو بابا، ماما دستش بنده، میگه بعداً. بابا سلام میرسونه، میگه خیلی خوشحالم که مسئله حل شد. مامانم سلام میرسونه و با یه لبخند ملیح میگه ممنون. بابا، تو چه خبری میخواستی بهم بدی؟ حالا تو حدس بزن. به چه شرطی؟ اون شرطیه که برای پاس کردن واحدام گذاشتی و پس بگیری. آه، خیلی زرنگیه، ولی باشه قبول. قاتل دستگیر شد. تو از کجا فهمیدی؟ دخترت دست کم نگیر. درسته که درسام ضعیفه و نمیتونم واحدام رو پاس کنم، اما باهوشم. خب معلومه بابا. آره بابا، خدا خدافز.
چی شده؟ خیلی خوشحالی. کیانا گفت مامانش آزاد کرده. بایدم آزادش میکردم. تو شانس آوردی که تو این وسط دیوونه نشدی. یادت میگفتی نسترن رو میبینی؟ واقعا میدیدمش. نه بابا، فکر کنم بیشتر مثل کابوس بود. پس فکری چی بود؟ کابوس بود دیگه، از فشار روحی بوده. دکترم همینو گفت. ولی دیگه نمیبینمش. هرچند خوب بود. گاهی فکر میکردم کنار همین مثل همیشه. حیف شد دیگه، حتی خوابشم نمیبینم. ولی من مطمئنم اون همیشه کنارته، درست مثل خودم. سلام. سلام. خسته نباشی. ممنونم. بفر. سلام جام سرگوی. سلام. چه خوب کار کردین اومدی. ممنونم. آقای کنی هستش؟ بله، تو محوطه هست. میتونیم بریم پیشش؟ خواهش میکنم. بفر. بفر. امشب میخوایی جشن. شما هم باید باشی. بابت چی؟ برای آزادی ناصر. فکر کنم اینجا باشه. بفرم اینجا سرگوی. نه من دیگه تو نمیام. نمیخوام در حضور کارگره باشه. صداش کنیم بیاد بیرون. اتفاقی افتاده؟ میگم خدمتتون. چشم. بگو ماشینو بیاره. ناصر، جناب سرگرد اومده دم در کارت داره. کارم داره؟ چه میدونم؟ سلام، خوش آمدین. سلام. امری بود؟ آقای کنی، شما پلیس رو گمراه کردین، ولی دیگه هرچی بود تموم شد. شما به تام قتل همسرتون نسترن نعیمی بازداشتی. ببرش. بفرمایید. جناب سرگرد. خدا نگهدار.